سلام در ادامه سلسله برنامه های گفتگوی خبری امشب قصد داریم به یکی از موزلات بزرگ اقتصاد کشور یعنی موزل اختلاس بپردازیم به همین منظور در خدمت جناب آقای دکتر نجف مشیر مطلع مدیریت محترم معاونت پیشگیری و برنامه ریزی راه ستاد کل نظارت بر نهادهای مالی و پولی کل کشور هستیم آقای دکتر به برنامه خودتون خوش آمدید خاشم. آقای دکتر یکی از مطالبات و پرسش های اصلی جامعه این هستش که با توجه به وجود نهادهای نظارتی متعدد در کشورمون چرا مشکل اختلاس در این جامعه تا این حد شدید هست؟ به اعتقاد من روزنامه و رسانه ها خیلی به این مسئله دامن زدن و علیکی مردم حساس کردن یعنی به نظر شما مسئله اختلاس آنچنان مسئله مهم و حساسی نیست؟ الان چند درصد این اختلاس در گردش مالی ما تاثیر میذاره؟ شما ده تا بسه اسکیناس دو دوتاش کمه؟ اصلا شما توقع دارید ما بفهمیم تو این گردش به این بزرگی چند میلیارد هزار تومن گم شده نه خوب توقع دارید بی خود توقع دارید شما به جای این از من بپرسید چرا بدهکارا بدهیشون رو به بانک نمیدن خب دکتر من از شما میپرسم چرا بدهکارا بدهیاشون رو به بانک نمیدن هر وقت مشکل راندخاری هر شد من به این پرسش شما پاسخ میدم دکتر مگر شما و نهاد تحت هدایتتون مسئول مبارزه با رانت در کشور نیستید بله ما مسئولیم ولی نه تا وقتی که رشوه دادن و رشوه گرفتن در اقتصاد ما نهادی نشده پس چرا با رشوه دادن و ارتشا مبارزه نمی کنید؟ شما واقعا فکر می کنید با بگیر و ببند مشکل رشوه حل میشه؟ پس با چی حل میشه؟ با کار فرهنگی اصلا شما به عنوان رسانه چه کمکی کردید؟ یا خانواده ها چه کمکی کردن؟ اصلا شما میدونید سن اختلاس چقدر پایین اومده؟ چقدر پایین اومده؟ قبلا سن اختلاس کننده 60-70 سال بود الان اون آدم پشت سویلش سبز نشده اسکونت ماهیانه اختلاسش دو هزار میلیارد تومنه آقای دکتر من بالاخره متوجه نشدم چه مسئول یا ارگانی موظف هست با این فساد اقتصادی در جامعه مبارزه کنه اجازه بدید خیال شما مردم عزیز رو راحت کنم ما از روز اول اختلاس ها رو در جریان بودیم و رسد میکردیم جدی میفرمایید؟ بله مثلا همین اختلاس 1200 میلیاردی اخیر رو البته اگر اشتباه نکنم مبلغش 1500 میلیارد بود نه این که ما دو هفته پیش بود این پیش پای شما اتفاق افتاده همین چند ساعت پیش البته ما افراد رو در نظر داشتیم میدونستیم کی و از چه طریقی و چطور دارن اختلاس میکنن پس چرا دستگیرشون نکردیم ما فرصتی دادیم بلکه به راه راست هدایت بشن که نشدن متاسفانه رفتیم مدرک جمع کردیم رفتیم کلانتری معمور گرفتیم رفتیم دفترشون خانم منشیشون گفتن جلسه دارن و ما رو را ندادن یعنی بالاخره دستگیرشون کردی؟ نه متاسفانه ایشون از طریق پنجره پشتی توالتشون رفتن کانادا البته ما از طریق پلیس اینترپول دنبالشون هستیم اینو گفتم که خیال مردم راحت بشه پس آقای دکتر مردم در مقابل تمام این دقدقه ها چی کار باید بکنن؟ ما برای اینکه این, این دقدقه های مردم از بین بره یه سایتی رو تراحی کردیم به نام سایت اختلاس دات کام این رو کلیک میکنن یک پنجره باز میشه اختلاس رو در اون مینویسن همان روز یعنی آنلاین یعنی ساعت به ساعت گزارش های نوع اختلاس مقدار اختلاس و کسانی که اختلاس کردن رو میتونید در اون پنجره ببینید همین؟ نه ما در اون سایت یه بازی رایانه‌ای درست کردیم که شما میتونید اختلاس کننده مورد نظر رو انتخاب کنید دنبالش میکنید اگر در زمان مقرر بتونید دستگیرش کنید دو تا جون میگیرید دو تا هویج میخورید میرید مرحله بالاتر بله